الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بینندگان محترم، هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که خوش و سر و حال، شادگار و شمکان باشین. الله جل جلاله قرآن عظیم شان می فرماید که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. در حلقه های دینی و برنامه های عقیدوی که در رابطه با بیان و شرح و تفسیر اسماء الحسنا از خلال از برنامه های دینی پخش میشه، شما را خوش آمدید میگویم بینندگان محترم. و شک نیست که در رابطه با اسماء الحسنا امورات ضروری که در رابطه با هر انسان مؤمن و مسلمان باید که عقیده من باشه، صحبت های مختصر از خلال از برنامه ها صورت گرفت. و یکی از مسائلی که در رابطه با اسماء الحسنا و قبل از اینکه انشاءالله و تعالی در رابطه با شرح و تفصیل حسم از اسماء الله جل جلاله از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تأثیرات از اون در حیات و زندگی انسان در دنیا و در آخرت بیان بکنیم، دو موضوعی که قابل یادآوری است و از خلال آیه کریمه که در سوره اعراف خدمتتان تلاوت کردم، الله جل جلاله می فرماید که ولله الاسماء الحسنى، شک نیست که خاص از برای الله جل جلاله هست نام های نیکو. دو مل صلاح را بعد از برای ما و شما بیان میکنه که فدعوه بها، بواسطه زی اسماء الله جل جلاله را دعا بکنین و از الله جل جلاله دعا بخواهیم. و مسئله دومه که در آیات الله جل جلاله برای ما و شما تذکر میده وذر الذين يلحدون في اسمائه وبيغزر ورهاكو وتركو ان كسان لك درب تبع اسماء الله جل جلاله در انحراف افتادن ويا راه انحراف پیش گرفتن. پس دو موضوعی که در رابطه با او ان شاء الله تعالی می خواهیم صحبت بکنیم، یکی مساله دعا نمودن به اسماء الله جل جلاله، و یکی هم مساله الحاد ولا انحراف و یا میلان از حق، از آن چیزی که ایمان و عقیده انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با اسماء الحسنا از ما و شما تقاضا میکنه. مساله دعا کردن به اسماء الله جل جلاله بینندگان محترم به جهت ازی هست که شک نیست که زمانی که ما و شما یک حاجت می داشته باشیم، یک سوال می داشته باشیم، یک تمنا و آرزوی می داشته باشیم، که الله جل جلاله که خالق همه اشیاء هست و قادر به همه چیز است و مستجیب و دعا هست، هر زمانی که ما دعای خدا از الله جل جلاله می خوانیم و یا می خواهیم، شک نیست که برخی وسایل و یا وسیله های مشروعی هست که شریعت اسلام آمده و ما و شما را به او امر کرده کتاب ای وسیله ها و یا وسائط و یا وسیطه ها ما و شما از الله جل جلاله حاجت خود بخواهیم و یا ای که تقرب به دربار الله جل جلاله حاصل بکنیم و یا هم ای که از الله جل جلاله عفو و بخشش بخواهیم. و شک نیست که مسئله وسیله و یا مسئله از ای که چی چیزها را ما و شما به دربار الله جل جلاله وسیله کرده و از خلال ازی وسیله ما و شما حاجت خود از الله جل جلاله طلبگار شویم، شک نیست که مسئله بی حد مهم در رابطه با عقیده انسان مؤمن و مسلمان می باشه، که البته مجال بحث ما و شما در رابطه با این درس ها نیست، ولیکن آن چیزی که متعلق به درس های ما و شما می شه و مسئله وسیله به دعا، عبارت از وسیله کردن اسماء الله جل جلاله در رابطه با دعای انسان است و این چیز است که الله جل جلاله ما و شما را خبر میده و این چیز است که الله جل جلاله ما و شما را امر میکنه که هر زمانی که شما از الله جل جلاله چیز را میخواهید، پس به واسطه اسماء الله جل جلاله از الله این حاجتتان را طلبگار شوید. و شک نیست که الله جل جلاله دارای اسماء الحسنا هست، نام های نیکوی بی حد زیاد میباشه. پس مطابق هر آن چیزی که ما از الله جل جلاله می خواهیم و طلبگار می شیم و خواهش از او را می داشته باشیم، پس مطابق از او اسم هم ما و شما از الله جل جلاله اسماء الحسنا را اختیار می کنیم.
بطور مثال زمانی که ما شما در حیات و زندگی انبیاء علیهم السلام مراجعه میکنیم و شک نیست که انبیاء علیهم السلام هم کسایی بودن که فرستاده های الله جل جلاله بودن و در هر موقع حیات و زندگی خود تنها و صرف از الله جل جلاله میخواستن و مطابق آن چیزی که میخواستن از اسماء الله جل جلاله استفاده کرده و او را وسیله قرار میدادن. به طور مثال ذکریا علیه السلام که همه ما شما با نامشان آشنا هستیم و ایده هم میدانیم که ذکریا علیه السلام خانمشان عقیم بودند و خودشان هم به سن بسیار پیری و ریش سفیدی رسیده بودند که حتی مویهای مبارک سفید شده بود و استخوان‌های مبارک به کلی از بین رفته بود، ولیکن با وجود از این هم از دربار الله واحد و یگانه و ذاتی که قادر به همه چیز است از دربار از او نامید نبود و دینمت یک حالت از الله جل جلاله دعا میکنه و فرزند میخواه و اولاد میخواه که تا بتانه که میراث نبوت و رسالت بعد از ایشان حفظ بکنه. و از همین جهت است که زمانی که در سوره انبیاء علیهم السلام مراجعه میکنیم و در میابیم که ذکریا علیه السلام و پروردگار خود راز و نیاز میکنه و بعد از او الله جل جلاله میفرمایه که ربی لا تذرنی فردا، ربی لا تذرنی فردا، پروردگارا مرا تنها مگذار. یعنی به این معنی که بعد از اینکه من وفات بکنم از ذریت من هیچ کسی نباشه که این نبوت و این رسالت و این مقام بزرگ و عظیم پیش ببره. ربی لا تذرنی فردا، پروردگارا مرا تنها نگذار، و انت خیر الوارثین، و تو بهترین ذات هستی که وارث همه چیزا هستی. پس کلمه وارثین که از جمله اسماء الله جل جلاله که عبارت از الوارث می باشه در حقیقت ارتباط مستقیم با آن چیز داره که متعلق به اولاد و متعلق به فرزند میشه. پس این میره به ایرام زیاد میکنن که ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. ذکریا علیه السلام از الله جل جلاله اولاد میخواه و از جمله اسماء الله جل جلاله آن اسم را اختیار میکنه که ارتباط با ورثات و ارتباط با دادن فرزند باشه. و به عین شکل زمانی که انبیاء علیهم السلام در سخت‌ترین مواقف قرار میگیرند و یگانه راه کنار از این مواقف نجات میده عبارت از رحمت و شفقت و مهربانی پروردگار عالم است و به می خاطر است که به دربار الله جل جلاله از اسماء الحسنا استفاده کرده و بالاخره میفهمه که ونجنا برحمتك یا ارحم الراحمین، ونجنا برحمتك یا ارحم الراحمین. پس ارحم الراحمین و یا رحمان و یا رحیم که انشاءالله تعالی در رابطه با هر یک از اسماء انشاءالله تعالی صحبت مفصل میکنیم. پس این هم از جمله اسمایی هست که در اوقات شدید، در اوقاتی که انسان حاجت میداشته باشه، پس از الله جل جلاله طلبگار میشه و اسم از اسمای الله جل جلاله که مطابق حاجت و مطابق خواستش است استفاده میکنه. به طور مثال بینندگان محترم، زمانی که ما شما در فقر و تنگ دستی گرفتار میشیم و یا راه رزق در سر ما شما تنگ میشه و مشکلات بی حد زیاد در رابطه با نفقه و معیشت حیات و زندگی ما و شما داشته باشیم و از الله جل جلاله رزق وافر میخواهیم، به شک نیست که در این رابطه ما شما از اسم الرزاق یا رازق استفاده میکنیم و انت خیر الرازقین. و به می خاطر است که پروردگار عالم هم در آخرین آیات سوره جمعه زمانی که برای ما شما بیان میفرماید که در حقیقت ذکر الله جل جلاله به مراتب از این تجارت و کار و پیشه شما که به این مشغول میشین و از ذکر الله جل جلاله غافل میشین، این به مراتب ذکر الله جل جلاله افضل تر و بهتر است و جهت از اینکه الله جل جلاله خیر الرازقین است، بهترین رزق دهندگان است. پس به همین اساس بینندگان محترم، زمانی که ما شما در رابطه با گناه و معصیت بی حد زیادی که می کرده باشیم و از الله جل جلاله عفو و بخشش می خواهیم، پس اسمای الله جل جلاله که دلالت به عفو و بخشش می کنه، پس ما شما ایده وسیله قرار داده و از الله جل جلاله می خواهیم که یا عفو یا غفار یا رحمان یا رحیم، مرا ببخش، مرا عفو کن. پس یکی از چیزهایی که در رابطه با اسماء الحسنا ما و شما مراعات بکنیم و مد نظر بگیریم، یکی هم دعا کردن به هر اسم از اسماء الله جل جلاله است مطابق آن چیزی که حاجت و تقاضا و دعای ما و شما می باشد. الله جل جلاله همه ما و شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرماید. انشاءالله تعالی در رابطه با
موضوع دوم که عبارت از الحاد و یا انحراف در اسماء الله جل جلاله هست در حلقه های آینده و درس های آینده صحبت مفصل صورت میگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن